مجوزهای دسترسی در لینوکس. مجوزهای دسترسی در لینوکس تعیین می‌کنند که چه افرادی و چگونه اجازه دسترسی به فایل‌ها و شاخه‌ها رو دارند. این مجوزها رو می‌تونیم برای سه دسته تعیین کنیم: مالک فایل، گروه مالک و سایر کاربران. برای هر شاخه یا فایلی سه نوع مجوز تعریف میشه: مجوز اجرا که با کاراکتر X نمایش داده میشه، مجوز خواندن که با کاراکتر R نمایش داده میشه و مجوز نوشتن که با کاراکتر W نمایش داده میشه، که به هر یک از دسته های مالک، گروه مالک و سایر کاربران این سه مجوز میتونه برای یک فایل یا شاخه تعلق بگیره. به این ترتیب میتونیم تعیین کنیم که چه دسته ای از کاربران با چه مجوزی اجازه دسترسی به یک فایل و یا یک شاخه رو دارن. برای دیدن مجوز مربوط به یک فایل یا یک شاخه در محیط گرافیکی KDE و گنوم کافیه که روی شاخه یا فایل مورد نظر راست کلیک کنیم و گزینه پروپرتیز رو انتخاب کنیم. سپس در کادر پروپرتیز در زبانه پرمیشنز میتونیم مجوزهای مربوط رو مشاهده کنیم و در صورت لزوم اونا رو تغییر بدیم. برای مشاهده مجوزها در خط فرمان میتونیم از دستور ls همراه با آپشن dash l استفاده کنیم. برای مثال من میخوام مجوز دسترسی به فایل rpm-list.txt در شاخه هوم رو مشاهده کنم. این قسمت مربوط میشه به مجوز فایل rpm-list.txt که شامل 10 کاراکتر هست. کاراکتر اول همطور که ملاحظه میشه کاراکتر داش هست که نشون میده این مجوز مربوط به یک فایل ساده هست. اگه کاراکتر دی بود نشون دهنده دایرکتوری هست و ال نشون دهنده سیمبولیک لینک. 9 بیت بعدی یا 9 کاراکتر بعدی مجوز دسترسی رو نشون میدن که ستای اول مربوط هستن به مالک فایل، ستای دومی مربوط میشه به گروه مالک و ستای سومی هم مربوط هست به سایر کاربران.